سلام به برابکس ایتیوپی عزیز امیر محمد هستم از کانال ایتیوب با ما همراه باشید تمام کشتی های المپیک و اتفاقاتی که در اون رخ داد امیر محمد هستم و این ویدیو در استدیو ایتیوب به تدوینگری پارسا ساخته شده و اگه تا الان عضو کانال ایتیوب نشدید و به خانواده ما نپیوستید حتما دکمه سابسکرایب رو بزنید و برای حمایت از ما لایک و کامنت انگلیسی فراموش نشه. در المپیک پاریس حسن دلاور در مسابقه اول یعنی در یک هشتم روبروی جیدن لاورنس از استرالیا قرار میگیره. یال جویباری اومده سومین مدال المپیک خودشو بگیره و امیدواریم که این مدال طلا باشه. در سرشاخ با کشتیگیر اصالتن آمریکایی سر و گردن حریف رو با زیرکی میگیره. پیش میندازه و خاک میکنه دو امتیاز پدر حسن هم اومده برای مسابقات و به عنوان تماشاچی حضور داره استرالیایی برای زیرگیری اقدام میکنه حسن ضد حمله و خاک میکنه چهار بر هیچ میشینه برای یه سر زیر حسن حالا یه درخکن همونجا بیرون دوشک به پل میزنه حریف رو و شش بر هیچ اصلا کشتیگیر استرالیایی حرفی برای گفتن نداره و کاملا در لاک دفاعی فرو رفته در وقت دوم حسن میخواد سریع کارو تموم کنه میزنه برای زیر دستش درگیره دستش هم آزاد میکنه و هشت بر صفر میشه به خاطر مرات زانوش فشار نمیاره که بخواد بارانداز بزنه و حرکت دیگه اجرا کنه حسن جان کی دو امتیاز دیگه رو میگیری و بازی تموم میکنی میشینه برای دو و باز مثل امتیاز قبلی دو امتیاز دیگه و کار تموم میکنه حسن یزدانی در مرحله یک چهارم نهایی در مبارزه دوم خودش در برابر دارن کوروگلیف کشتیگیر روسی و رو اصل یونانی روی توشک میره یزدانی با آمادگی بدن بالا با حملات مداوم خودش حریف روسی و رو اصل یونانی رو کلافه کرده و از نفس می میندازه با نتیجه نه بر چهار پیروز میدان میشه کشتی نه چندان سخت و نه چندان راحتی بود و نتیجه عالی هم به همراه داشت نه بر چهار و حالا حسن یزدانی راهی نیمه نهایی میشه و مقابل مایل لازم آمینه اصلا مارینو قرار داره حالا مسابقه نیمه نهایی وزن 87 کیلوگرم آمینه همون اول کار میره برای زیرگیری زیر یک خم از همونجا تبدیل میکنه به مچ حسن هم سعی میکنه با بدلکالی خونسا کنه و در نهایت پای حسن رو از تشک خارج میکنه و یه امتیاز میگیره حسن پارسال در 20 جهانی هم هفت بر دو این کشتیگیر رو شکست داده حالا یه لحظه حریف خیلی درگیره و میخواد مهیا کنه شرایط رو برای اجرای فنونش که حسن از توشک میفرستدش بیرون و یک یک به نفع حسن یزدانی یه بار دیگه با یه یورش پای حریف خودش از توشک خارج میکنه دو بر یک میشه نتیجه مسابقه در سرشاخ یه زیرگیری از آمینه حسن یزدانی حسن یزدانی زیرگیری میکنه زیر یک خم با یه چرخش خاک میکنه و دو امتیاز در ادامه پارو در سگک دوبل میندازه بله به پل میبره و دو امتیاز دیگه شش بر یک بله کشتیگیر استرالیایی اسیر حملات زیرکانه و باهوش پی در پی حسن یزدانی شده حالا حریف سن مارینوی در تلاشه ولی نمیتونه از دستان قدرتمند یزدانی عبور کنه راند اول تموم میشه میریم برای راند دوم شش بر یک هر دو کشتی گیر درگیر در تلاش یه یورش از حسن یزدانی میره پشت حریف خودش میره که خاک کنه و دو امتیاز دیگه چه سرعتی چه قدرتی دلاور ایرانی ولی نه یه امتیاز میدن هفت بر یک یه دقیقه و پنجاه ثانیه دیگه باقی مونده از این کشتی مربی به حسن میگه که کشتی رو آروم کن حسن هر چند ثانیه یه بار جانانه یه حمله ریزی میکنه و میخواد فنون مختلف بزنه و حریف خودشو خیلی به هم میریزه و خسته میکنه اینجوری 20 ثانیه مونده و بله حسن یزدانی هفت بر یک پیروز میشه و به فینال المپیک راه پیدا میکنه و حالا مدال گرفتنش قطعی میشه در فینال در فینال مقابل حریف بلغاری حسنی که کتف چپش مستومه دقیقه پنج ممیز هیفده. احساس درد میکنه کشتیگیر ما کشتی رو نگه میداره حالا اوه اوه وای 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 نفس تیم یه دست نداره سی ثانیه اخلاق کمکاری هم برای حسن در نظر میگیرن چه <تصحنت> دلاوری یه خمو گرفت برای خاک ولی خاک میکنه یه لحظه میگن خاک کامل نشده و همون نتیجه یک بر سف به نفع مراد رمزانوف پنج ثانی از راند اول مونده و تقاضای اختار برای کشیگیر بلغاری میریم برای وقت دوم امیدواریم شیرشاه کشتی ما از پسش بر بیاد دستی که هشت ماه فیزیوتراپی رفته و تمرین کرده که کتفش خوب باشه و به این المپیک برسه و بتونه اینجا مدال طلا بگیره امیدواریم که بشه ولی خب این دست الان به درد افتاده و سلامت حسن از همه چیزم مهمتره باز هم برای بار سوم یا چهارمه در راند دومیم به خاطر کتفش حسن متوقف میکنه کشتی رو ولی حسن میگه من کشتی رو ادامه میدم و نمیخوام تسلیم بشم علیرضا دبیر هم اعلام کرده که دیشب تا صبح یخ روی دست حسن یزدانی بوده خیلی برای حسن ناراحتیم حالا یه اختار سی سیسانیهای برای حریف بلغاری یه امتیاز میگیره حسن حالا جلوه یک بر یک ولی نه میره برای زیر حسن مقاومت کرده ولی یه دست نداره حسن نمیتونه مثل قبل یه فن بدل بزنه وای اگه این دست دست قبل بود الان نمیذاش امتیازی از دست بره که چه بسا امتیازی هم گرفته بود دو امتیاز از دست میده تا به اینجای کار دو امتیاز دیگه هم برای حریف بلغاری مینویسن چند ثانیه میگذره در آخر هم یک خاک دیگه میشه حسن و هفت بر یک عقب میفته 34 ثانیه دیگه مونده از این دیدار به خاطر دستش و آسیب جسمی نمیتونه دیگه کاری از دستش بر نمیاد دو کشتیگیر شل کردن ده ثانیه آخر هم کاملا وای میستن و توی چشه هم نگاه میکنن خسته نباشید میگن خسته نباشید دلاور مبارکت باشه این مدال نقره ولی چه بسا ناراحتیم به خاطر آسیبی که دیدی توی که از همه اینا سرتر بودی و لیاقتت مدال طلا بود به خاطر این شرایط نتونستی نتونستی مدال طلا رو به خونه بیاری از لحاظ تکنیک سرعت و قدرت حسن یزدانی از از این کشتیگیر واقعا برتر بود ولی به خاطر دستش نشد که بشه و اشکال هم نداره پیش میاد واقعا در زندگی و در دنیا هممون خیلی ناراحتیم خیلی خیلی دلمون گرفته ولی خب زندگی همینه خلاصه که کلی انرژی مثبت برای تو حسن جان امیدواریم که سلامت باشی و بهترین ها برات توی زندگی در ادامه پیش بیاد و دمت گرم که تا اینجا هم رسیدی و تونستی این مدال نقره ارزشمند رو کسب کنی امیدواریم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه دمتون گرم تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم بدرود